کره جنوبی امروز چهارشنبه یک روز پس از آن موضوع مذاکرات بین دو کشور در آینده را تایید کرد که کره شمالی آمادگی خود را در مورد مذاکرات روی سلاح هسته‌ای‌اش گزارش داد. نامگا بوگی 4월 말 판문점 평화의 집에서 دیروز کره شمالی و جنوبی توافق کردند تا سومین مذاکرات دو کره را در اواخر ماه اپریل برگزار کنند. آنها همچنان روی آمادگی این مذاکرات صحبت کردند. وزیر اتحاد و همبستگی گفت که پنمینگجوم سمبل جنگ سرد و محل برای بیشترین کشیدگی نظامی در جهان است. برگزاری چنین مذاکرات در اینجا پرمفهوم است. مشاور ارشد ریاست جمهوری کره جنوبی با کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی اظهار آمادگی کرده است تا موضوع خلل سلاح‌سازی هسته‌ای و توقف آزمایش‌های هسته‌ای و میزایل را در جریان مذاکرات آینده با ایالات متحده بحث کند. اما رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه محتاطانه با آن پاسخ گفت: ما یقینا راه طولانی را پیموده ایم، کم از کم از طریق لفاظی با کره شمالی. برای جهان یک چیز بسیار بزرگ خواهد بود، برای کره شمالی بزرگ خواهد بود، برای شبه جزیره بزرگ خواهد بود. خواهیم دید چی می شود. بعضی از مردم کره جنوبی در مورد توقعات از این مذاکرات محتاط هستند. کنده امورادو چیگم که سوک ترامپ چنین معلوم می شود که ایالات متحده و رئیس جمهور ترامپ اوضاع را از نزدیک مشاهده می کنند. باور دارم که بهبودی روابط بین ایالات متحده و کره شمالی بسیار مهم است. امیدوارم که این سه کشور با همکاری نزدیک بتوانند هر چه زودتر موضوع زدودن سلاح هسته‌ای را حل نمایند تا اردو و مردم احساس امنیت کنند. اما شک و تردید فراوان موجود است که انکشافات روز سه‌شنبه بتواند باعث ایجاد صلح بین دو کوریا گردد، زیرا در گذشته توافقات عمده که صورت گرفته به ناکامی انجامیده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.